نمایشنامه توپ لاستیکی قسمت سوم. در این هنگام پوران زن فرهاد میرزا پینکی و خود فرهاد میرزا و اسدالله خان سوسو سرهنگ شهربانی برادر مهتاب به ترتیب وارد می شوند. پوران تازه عروس 19 ساله است با هیکل مردانه یغور و چشمان سیاه درشت بیپروا، مثل اینکه تمام عمرش تو مدرسه ورزش کرده و قهرمان کشتی بوده. پوستش گندمی است. خیلی بجاتر است که او شوهر فرهاد باشد تا فرهاد شوهر او. فرهاد مردی است 40 ساله، بسیار ظریف و نازک نارنجی که لباس عالی خوشدوختی به تن دارد. هیکلش لاغر و مکیده است. چشمان سیاه درشت و ابروان پاچه بزی شاهزاده ایش فوراً تو ذوق آدم می‌زند. یک عینک دور طلای نازک بر چشم دارد. او از تیپ آن اقلیت راضی از زندگی و ترسویی است که حتی نفس که می‌خواهد بکشد اول فکرش را می‌کند. همیشه از زیر عینک به طور مشکوکی به دور دور خود نگاه می‌کند. سرهنگ سوسو آدم لاغر و باریکندام تریاکی وضعی است که استخوان‌های صورتش بیرون زده و گردن باریکش توی یقه بادگیری فرنجش لغلغ می‌خورد. قیافه احمقانه سبزی پاکنی دارد، مثل اینکه برای تصدیق کردن حرف دیگران آفریده شده. خیلی توخالی و چاپلوس است. واقعا لباس سرهنگی به تنش گریه می کند. وارد سنکه می شود، به حالت احترام دم در می ایستد. پوران به محض اینکه وارد سن می شود بودو می رود و خودش را تو بغل پدرش می اندازد و می زند به گریه. شوهرش ساکت بغل اولین صندلی دست راست می ایستد. پوران می گوید دیدی چه خاکی به سرم شد؟ دیگه چجور سرمونو پیش مردم بلند کنیم؟ آقا مگه شما چه کردی؟ بابا جون آدم چیزی نیست که ببین چیت کنم. با دست آهسته پشتش را نوازش میکنه. جون من گیه نکن. او را آهسته می نشاند روی صندلی روبروی خودش و ضمناً متعجب است که اینها از کجا خبردار شدند. رو به فرهاد میرزا میگوید شما از کجا خبردار شدید؟ فرهاد میرزا شمرده و متأثر اشاره میکند به سرهنگ سوسو. والا ما خبر نداشتیم، همین حالا سرهنگ ما خبر داد. سرهنگ شما از کجا خبر شدید؟ قربتی سال به بنده فرمودند، بعد هم که آمدم دیدم خود حمزه پاسبان اداره سیاسی دمون داره. واقعا که چی پیش آمده هایی میشه؟ خودتون دیدین؟ واقعا مال اداره سیاسیه؟ وای خدا، خدایا تو خودت رحم کن. پوران میزند به گریه هیستریک. مهتاب بلند بلند گریه میکند. سرهنگ سوسو همانطور خبردار ایستاده و به زمین نگاه میکند. فرهاد میرود پیش پوران و سرش را روی او خم میکند. پوری جون تو با این گریه دل همه رو میسوزونی. هرچیه تو بیشتر بیتابی کنی بابا جونت بیشتر ناراحت میشه. پوران گریه اش را میخورد و هق هق میکند. دالکی با گلوی خشکیده میگوید من حرفی ندارم، حتما سوء تفاهم میشده. والا به مرگ همه تو من کاری نکردم. سرهنگ سوسو با زبان باد کرده اداری و چاپی میگوید این را بنده خدمتتان عرض کنم که پاسبان به تنهایی هیچ کاری ازش ساخته نیست. خود حضرت عالی که بهتر مسبوقی در این گول موارد و بخصوصا در مورد شخصیت های برجسته مثل جناب عالی تنها یک افسر ارشد می فرستند تا با احترام به وظیفهش عمل کند، چون که شخصیت های برجسته مانند حضرت اشرف در واقع هیچ وقت در مقام دفاع و کشمکش بر نمی آید. آنها که دزد و جیبور نیستند که بخواهد عکس‌العملی از خود نشان بدهد. دالکی گویی ناگهان چیزی دستگیرش می شود. صورتش از هم باز می شود و یک خنده قبا سوختگی درش نقش می بندد. ای بابا، عزیزالله خان من تسلیم تو هستم.
حالا میفهمم. آفرین، من باید تا چه اندازه شکرگزار باشم که برای این کار که آبروی خود و خانواده‌ام در خطر است، شخصی مانند شما را که برادر زن و دوست چندین ساله من هستید مأمور فرمودند. به تمام حاضرین وحشت و بیزاری فوق‌العاده‌ای دست می‌دهد. همه به سرهنگ نگاه می‌کنند و سرهنگ هم مات به آنها و دوروبر نگاه میکند، گویی سرهنگ دیگری در اتاق هست که او از وجودش خبر ندارد. لطف و بزرگواری دیگه از این بایاتر نمیشه. چاپلوس و با شخصیت نابود شده میگوید: به جای اینکه اگر خانه من پر از افسر و پاسبان غریبه باشد، فقط برادر زن مرا برای جلبم فرستادند. واقعا خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. خدا را شکر. قربان، اختیار داری چوبکاری بفرمایید. بنده قلاب سرکار هستم. آفرین آفرین، از لطف شما ممنونم. نجابت شما نباید غیر از این هم اقتضا کند. بهترین راه تسلی من همان بود که شما را مأمور این کار کردم. معلوم میشه گناه من به آن اندازه ها که خودم فکر میکردم نیست. با خنده ای که ترس و دروغ و پستی ازش میریزد میگوید: بفرمایید قربون، از شما کی بهتر؟ الان لباس میپوشم، حاضر میشم، حاضرم. با شتاب میدود به طرف اتاق خواب خودش. مهتاب جون، زود بیا یه پیرهن پاک به من بده. مهتاب هم دنبال او میرود. خسرو از دست راست میآید تو. او جوانی است، 22 ساله، لاغر و باریک و زردنبو، با چشمان سیاه گود، چهرش مالی خولیایی و گرفته است. مثل اینکه از همه چیز بیزار است. با ولنگاری لباس پوشیده، توی دستش چند جلد کتاب است که جلد روزنامه ای رویشان گرفته شده. تو که می آید به خودش مشغول است و بی آنکه اهمیت بدهد که تو اتاق کیست، یک راست می رود به طرف رادیو و پیچ آن را باز می کند. در این مدت همه به او نگاه می کنند. چهره فرهاد بیزاری و تنفر نشان می دهد. مال پوران دلسوز و با محبت است. سرهنگ مات است، مثل اینکه اصلا آمدن خسرو را ملتفت نشده. خسرو کمی با رادیو ور می رود و سپس بیان که جایی را بگیرد آن را خاموش می کند و در همین موقع است که چشمان گریه آلود پوران را می بیند. او نگاه صاف و بی تأثری به صورت خواهرش می اندازد و می گوید: پوری جون دیگه چته؟ بازم دعوای آب و زمین دارین؟ اگه می خواین راحت شین باید حرف منو قبول کنین. تو و شوهرت بیاین پیش قدم بشین و زمیناتون رو میون رعیتاتون قسمت کنین. شما این همه زمین برای چی میخواین؟ گند و کثافت و ناخوشی از سر رعیتاتون بالا میره. بیاین هر تیکشو بدین به یه خونوار، توش چیز بکارن، هر چی توش میکارن مال خودشون باشه، نونوار بشن و زندگی کنن و بچه‌هاشون درس بخونن. اون وقت اگه عشق به چشمتون اومد هر چی میخواین به من بگین. اصلا کار قشنگیه. تو رو خدا خوب به سر و ریخت زندگی این رعیتاتون نگاه کنین. وضعشون از حیوان بدتره. شماها چطور راضی میشین خودتون تو پر قوقلت بزنین؟ اون وقت یه مشت آدم که تمام زحمت رو دوش اوناست تو گند و کثافت و مرض وول بزنه. فرهاد میرزا مشکوک و ناراحت به دور و ور خودش نگاه میکند، سیگاری بیرون میکشد و با خشم آن را آتش میزند و پی در پی پک میزند. خیلی ناراحت تو رخت تنش وول میزند. پوران میگوید: خودش رو هرچی زمینه ببرن، اومده میخوان بابا جونو بگیرنه. یعنی چی؟ کی میخواد بابا جونو بگیره؟ مگه چی کار کرده؟ یه دقیقه گریه نکن، بگو ببینم چی شده. از دیشب تا حالا یا آجان در خونه بابا جون رو ول نمی کنه، مباد بابا جون در بره. حالا مامو جون از شهرانی اومده میخواد بابا جون رو با خودش ببره. خشناک از سر جایش پا می شود و همانطور با هق هق به سرهنگ سوسو می گوید:
اما جون شما چرا انقدر مرموزین؟ چرا ما رو اذیت میکنی؟ آخه یه حرفی بزنی. پوری جو تو جای دختر بلا داری، بچه تقدیری دارم، بابای تو ولی نعمت. بله اصلا یه حرفایی که شما بیزنی نیست، شما اجازه نمیدید. چرا حرفتون رو پس میگیرین؟ شما نگفتین برای جلب بابا جون یه افسر ارشد میاد؟ بابا جون کوشش داره لباس میپوشه با عمو جون بره شهر پانی مرد شور این زندگی رو ببرن. مرگ صد شرف به این زندگی داره، تمامش با ترس، تمامش با وحشت و غم، تمامش کثافت. سرهنگ این خجالت آور نیست؟ شما چرا باید یه همچون ماموریتی رو قبول کنید؟ شما که گوشت و استخونتون از بابا جونه. بایی توحید رو دیگه نمیتونم تحمل کنم، هیچکی باور نمی کنه. اینجا دیگه جای بودن من نیست. نامردم اگه دیگه بابا توی این خونه بذارم تا معلومشون بشه که کی برای توقیف بیاد. سرهنگ فوراً از سن بیرون می رود. خسرو عصبانی و گزنده می گوید به همینش می ارزه؟ کی تو این خراب شده تأمین داره؟ آدم یه کلمه نمیتونه حرف بزنه. همتون مثل آدمای مقوایی هستین، همتون عروسکای پهلوان کچلید. اه این بابای من یه عمر از سایه خودش میترسید، از زنش آب خوردن میخواست، نیم ساعت فکر میکرد چطوری بهش بگه. اینم آخرش، وقتی یه نفر صاحب مال و جون و زندگی همه است، دیگه وضع از این بهتر نمیشه تا چشمتون کورشه. فرهاد مثل اینکه با خودش حرف میزند میگوید پسر دیوانه است، صاحب نداره، والا باید زنجیرش کنن، قیم میخواد، چه مزخرفایی از دهنش بیرون میاد. خسرو با ریشخند آمیخته با توهین میدود تو حرفش. آقا خودتونو مسخره کردین، همتون مثل سگ از همدیگه میترسین. زن از شوهرش میترسه، بچه باباش میترسه، خواهر از برادرش میترسه، همش ترس ترس ترس. این زندگیه؟ این مرگه؟ این گنده؟ فکرشو بکن، تو دانشکده تمام بچه ها خیال میکنن من جاسوسم، یه نفر دهنشو جلوم باز نمیکنه. چیه؟ بابام وزیره، معلم سر کلاس میترسه عقیدشو به شاگرد بگه. کاش همه تون بت‌پرست بودین و صبح تا شوم جلو بت دست به سینه با میستدین، چون که بت لاقل آزارش به کسی نمیرسه و با چکمه رو سینه مردم نمیکوبه. درها ترسیده و با صدای لرزان میرود به طرف پوران. پوران جون من میرم، هیچ صلاحی نیست من اینجا باشم. نگفتم این برادرتو مخش عیب داره؟ تو اگه خیال میکنی میخوای پهلو بابا جونت باشی اشکالی نداره، تو بمون من میرم، بعد ماشین میفرستم دنبالت بیا خونه. اما حق نداری از این حرفا بزنی، اگه یک کلمه جواب این پسره رو بدی دیگه نه من نه تو. تو راضی میشی بابا جون تو یه همچین وضعیتی تنهاش بذاری؟ تو راضی میشی فردا منو هم؟ لا اله الا الله، من میگم صلاح نیست، بگو چشم، بعد قضايا رو بهت میگم. مگه نمیشنوی پسر چه مزخرفایی میگه؟ و فوراً با عصبانیت از سن بیرون میرود. پوران میگوید خسرو جون الهی من پیشمرگت بشم، این حرفا رو نزن، اگه بابام بفهمه دق میکنه. تو مگه با خودت دشمنی؟ به خدا فرهاد راست میگه که مخت عیب داره. در این هنگام دالکی و مهتاب به ترتیب از در اتاق خواب میآیند تو سن. دالکی لباس پاکیزه ای تن کرده که بر وقار و شخصیتش زیاد افزوده شده، رنگش پریده و صورتش تکیده شده. مهتاب دستمال دستش است و فیم فیم می کند، چشمانش از گریه سرخ است. دالکی می گوید پس فرهاد و سرهنگ کوچیک جون، خسرو بابا جون تو هم اومدی؟ سلام بابا، رفتنشون انگار نه انگار که اینا هم با ما قمخیشن. اگه برای روز مبادا به درد آدم نرسن پس فایده شون چیه؟ در این هنگام ننه خدمتکار خانه میآید تو. او پیرزنی است شست رفته و پاک و پاکیزه، با چادر نماز و چارقد و شلوار دبیت سیاه که تا پشت پایش را گرفته. ننه میگوید
خانم قربونتون بدم آجانه مخواد بیاد تو میگه میخوام خدمت آقا بریزم. ترس بر همه مستولی میشود. تو چی گفتی؟ گفتم بیرم خدمتشون عرض کنم. خدایا چه کنم؟ دالکی با دهن خشک تفش را قورت میدهد. دیگه آجان قرار نبود بیاد اینجا، پس اسدالله خان کجا رفت؟ رفتش، گفت به من مربوطی نیست. گفت من میرم تا اون وقت معلومشون بشه که کی برای توقیف میاد. لابد رفته به آژانه دستور جلب داده. آدم تر یکی دیگه از این بهتر نمیشه. نگفتم اسدالله خان اینجور مأموریت‌ها رو قبول نمیکنه. من داداش خودم رو بهتر میشناسم. خسرو خانم خوب حرف دهنشو بفهمه. حالا وقتی این حرفا نیست. عجب، پس با منم مثل دوزده و آدم کشه رفتار میکنن و آژان معمولی برای جلبم میفرستن. چاره نیست، باید رفت. جدال من خودم برم، ندارم آژان بیاد تو. نه بابا جون، بذارید بیاد تو ببینیم حرف حسابش چیه. ایوی نداری بیاد تو تا. نه چه ایوی داره، گور پدرشونم کرده. شما چرا باید خودتون رو سبک کنید؟ مرگ یه دفعه، شیون یه دفعه. اگه کار بدی نکردین چرا باید بترسین؟ خیلی خوب بابا جون، هرچی تو بگی. ننه بگوش بیاد تو، خدایا به تو پناه میبرم. خسرو جون تو دیگه مرگ خونه ای. میخوام با مهتاب خیلی خوش رفتاری کنیم. مهتاب جای مادری تو رو داره، سر بی سر هم نذارین. مهتاب جون بیا نزدیک من، میخوام ناخر سری یه چیزی بهتون بگم که شاید روزی به دردتون بخوره. اینم از ناچاریه، کارت به سخون رسیده. شما زن بچه های منید، اگه یه وقت یه کدوم از شما ها رو برای استنتاق بردن، مبادا چیزی به خلاف هم بگید، بچگی کنین و برای هم بزنین و بخواین خورده حساباتون رو با هم صاف کنین. شما هیچی نمیدونی، هرچی ازتون پرسیدم بگید نمیدونیم. مگه حقیقتش غیر اینه؟ والله چیز نبوده. مهتاب جون مبادا تو حرفی بزنی که برای خسرو بد بشه. تو هم خسرو کمی مواظب به حرکاتت باش. از تو هم چیزایی شنیدم که حالا وقتیش نیست صحبت جو بکنم، اما این رو بدون که من عمر خودم رو کردم. شاید هم از زندون بیرون بیام، اما اونا به جون رحم نمکنن، دشمن جونن. اگه تو چنگشون بیفتی دیگه حسابت پاکه. جلو زبونتو بگیر، حرف نزن. نمیتونی حرف نزنی؟ نه نمیتونم حرف نزنم. تا این زبون تو دهن من میگرده باید حرف بزنم. هر چی میخواد بشه. آدم اگه با این زبون نتونه حرف بزنه پس فایدهش چیه؟ باید برید انداختش پیش سگ. در این هنگام در باز میشود و پاسبانی میآید تو. او آدم دراز خیلی لاغری است که لباس آبی پاسبانی زمان پوشیده و کلاه دولبه پاسبانان بر سر دارد. عینک سیاه درشتی رو چشمش است و مثل کورها به آدم نگاه می کند. یک تپانچه به کمرش بسته، سه تا خط پاسبانی کمی روی بازویش دوخته. همین که وارد اتاق می شود، دم در پاهایش را بی حال و زوار در رفته به هم می کوبد و سلام نظامی می دهد. سپس فوری کلاهش را از سر می قاپد و می گیرد زیر بغلش و کورمانند به طرفی که دالکی است و سپس به مهتاب و پوران و آخر سر به خسرو نگاه می کند. بعد مانند آدم های تقصیرکار سرش را می اندازد پایین و ساکت می ایستد. دالکی میگوید خب من حاضرم، چه فرمایشی داشتید؟ در این حال وضع وزیر معابانه خودش را دارد و گویی با ارباب رجوع سرسختی روبرو شده و میخواهد خوردش کند و زورش نمیرسد. پاسبان همچنان که سرش زیر است میگوید قربان جرس کنم، شرمندگی غلام خانزاد بالاتر از این هاست که جسارت گفتنشو داشته باشم. نه بگویید، زود بگویید، هیچ مانعی ندارد. من میدونم
که شخص شما تقصیری ندارین، بالاخره هر کس وظیفه‌ای داره. قربان لب و دهنتان، خدا به سر شاید بنده کشتن تقصیر ندارم، پیش آمدیست شده. ای کاش بنده فدای شما شده بودم و یه همچو جسارتی از من سر نمیزد. کسی از شما دلخوری نداره، بالاخره وظیفه مقدس است و آدم با وجدان باید به وظیفه‌اش عمل کنه. خود بنده به خوبی و اهمیت وظیفه آشنا هستم. وظیفه باید انجام شود، وظیفه مقدس است، مخصوصا در مملکت ما. حالا بگو چه باید بکنم؟ قربان، بعضی اوقات برای انسون پیش آمدهایی میکنی که هیچ انتظارش نداری. ملاحظه بفرمایید، خود بنده اگه پای زور و اجبار تو کار نبود اصلا مزاحم نمیشدم که لاهی قلم پام بشکنه. بفرمایید بیایید، بفرمایید بگین، کمی خستگی در کنید. اختیار دارید قربانم، اونجا نیستم. بنده انقدرها هم بیادب نیستم که پیش ولی نعمت خودم جسارت کنم و بنشینم. نه خیلی، بنشینید، کمی میوه میل کنید، بالاخره از راه رسیده اید. شتابی که نیست، من هم حاضرم، جایی نمیروم، هستم. میرود دست پاسبان را میگیرد و او را خیلی با احتیاط و ترس، مثل اینکه جلوش چاله است، قدم بر میدارد، کشان کشان می آورد روی صندلی می نشاند. اندک زمانی هر دو خاموشند. دالکی به صورت او نگاه می کند، چهره ترس خورده پستی دارد، مثل اینکه منتظر است حکم اعدامش را از زبان پاسبان بشنود. پاسبان به زمین نگاه می کند، از هیچ کس صدا در نمی آید، همه منتظرند. حالت ایستادن خسرو مثل این است که میخواهد برود بزند تو گوش پاسبان. پاسبان میگوید قربان، قربان نمکتان از هر دو چشم کورم کنه اگه خلاف ارز کنم. دیشب سر شب که اومدم هی چند بار دستم رفت که در بزنم، هی دستم رو کشیدم اقل، گفتم قلم شیه دست تو رو چه گفتن که در خونه وزیر مملکت رو در بزنی. صبح هم که اومدم همینطور دل و زهره در زدن رو نداشتم، اما حالا دیگه ناچارم که عرض کنم. بله اینطور است، شما آدم وظیفه شناسی هستید، ما و خانم از شما خیلی ممنونیم. انشالله تلافیش را میکنم، من حاضرم. قربان کنیز شما، عیال بنده 10 سال خونه سرکار سرهنگ بلند پرواز خدمتکار، کلفتی میکنه، رخت میشوره، پخت و پز میکنه، هر جور کاری که بهش بگن میکنه. یه غلامزاده 9 ساله دارم که او هم تو دستش رو براش پادویی میکنه. دیروز غلامزاده داشته تو حیات خونه جناب سرهنگ بازی میکرده، میبینه یه توپ پلاستیکی روی زمین افتاده، این توپو ور میدانه باش بازی میکنه، اون وقت غروب هم با خودش میاردش خونه. دم دولت ارگ حضرت اشرف که میرسه همینطور که با توپ بازی میکرده یهو توپ میفته تو باغ. حالا اگه عرض کنم از دیروز تا حالا خانوم جناب سرهنگ چه پیسی به سر این سید عیال فردوی آورده خلا میدونه. برای یه توپ ناقابل هرچی اسناد بد بوده به سیده داده و دوتا پاشو کرده توی یه کفش که الله، همین حالا توپو میخوام. نیگه توپ مال مردم بوده. چاکر سر شب اومدم اینجا به اکبر خان گفتم توپو پیدا کنه بده، اون قول داد توپو پیدا کنه، اما خود اکبر خان بعد قیبش زد، نفهمیدم کجا رفت. بعدش که ننه گفتش اکبر خان مرخصی رفته، بنده گفتم خودم شرفی ها به حضور بیشم و عرضم رو بکنم. خدا شاهده خانم سرهنگ دیگه آبرویی برای بنده و سیده نذاشته و من تموم شب دور رخت خوابم فکری بودم در بزنم نزنم چی کار کنم. بنده خیال کردم خود اکبر خان توپ بچه مرکی که بدر جوگده.
حالت قشی به او دست می دهد، خودش را می اندازد رو صندلی و مثل آدم های برق زده گنگ و مات جلوی خودش را نگاه می کند. مهتاب دست می گذارد رو قلبش و به صندلی تکیه می کند. پوران دیوانوار می دود به طرف پدرش و خودش را تو بغل او می اندازد. پاسبان وحشت زده از جایش می پرد و پس می رود. خسرو می گوید: بیا بریم جانم، من توپتو پیدا کنم بهت بدم. پدر، از سر تا ته همه تون یه مشت اسیر و بدبخت، مثل کرم تو هم وول میزنین و از هم دیگه میترسین. تو سرتونم که بزنن صداتون در نمیاد. این شد زندگی، مرگ به این زندگی شرف داره.